سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره رضا یزدانی و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. رضا یزدانی متولد 24 مهر ماه 1352، خواننده، نوازنده، آهنگساز و هنرپیشه اهل تهران هستش. ایشون از نوجوانی موسیقی کار میکنه. تخصص او در نواختن گیتار به ویژه گیتار الکترونیکه. فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی چوب و کاغذه. زمانی دروازه‌بان فوتبال بوده و دندان پزشک تجربی نیز هستش و میگه من آدم خاطره بازی هستم و نوستالژی در زندگیم نقش پررنگی رو ایفا میکنه. رضا یزدانی در رابطه با تحصیلات و موسیقی میگه به خاطر حرفه پدرم دندون پزشکی موضوع تحصیل در خانوادمون حرف اولو میزد. پدرم به شدت به تحصیلات اهمیت میداد، اما من به شدت از درس و مدرسه فراری و شیفته ی خوانندگی بودم. آرزو داشتم که تمام وقتم رو با موسیقی بگذرونم، اما جو جامعه ما در اون شرایط به دلیل جنگ به گونه ای نبود که بخوام به سمت موسیقی برم. به همین خاطر بیشتر وقتم رو با ورزش به ویژه فوتبال میگذروندم. بالاخره کلاس اول دبیرستان یه دستگاه کیبورد خریدم و یک سال با اون تمرین کردم و مدتی ساز دهنی نیز میزدم. دو سال بعد یکی از دوستام از آلمان یه گیتار برام هدیه آورد، اما باز هم پدرم اجازه نمیداد زیاد درگیر موسیقیشم و مجبور بودم در تنهایی تمرین کنم. تابستونا به عنوان دستیار پدرم در دندان پزشکی بودم و در کارم خیلی پیشرفت کرده بودم و کار یک پزشک را میتونستم انجام بدم. همیشه بعد از جراحی من بخیه ها رو میزدم، اما علاقه به ادامه این شغل نداشتم. به اصرار پدرم در رشته مهندسی چوب و کاغذ در دانشگاه تحصیل کردم و اصولاً به این دلیل قبول کردم که بتونم با خیال راحت در زمان دانشجویی موسیقی کار کنم. در زمان دانشگاه فرشید اعرابی یه گروه موسیقی داشت که بعد از اینکه فهمید به انگلیسی میخونم ازم برای گروهش دعوت کرد. به این صورت کارم در موسیقی به صورت حرفه‌ای شروع شد و بعد از مدتی مستقل ادامه دادم. از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. سال 1380 با آلبوم شهر دل وارد مارکت موسیقی شد و بعد از نزدیک به 20 سال جز معدود خواننده های می باشد که هنوز مانده و کار می کند. سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خوند. در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی و بر عهده داشت. رضا یزدانی علاقه زیادی به سینما و تماشای فیلم داره و فیلم دیدن جز برنامه‌های ثابت زندگیشه و آرشیو بسیار مفصلی از فیلم‌های مطرح دنیا داره و اصولاً فیلم رو در سبک و سیاق‌های مختلف دنبال می‌کنه. این خواننده و بازیگر مطرح کشورمون سال هاست با خانم شبنم لالمی ازدواج کرده و ثمره این زندگی یک دختر نوجوان به نام پریا هستش.
رضا یزدانی مدتی نیز به پیشنهاد یکی از دوستاش در تئاتر کار کرده و در سال 83 با فیلم حکم وارد سینما و عرصه بازیگری شد و تا الان در بیش از 17 اثر سینمایی حضور داشته. سال 1396 هم ابتدا با سریال تعطیلات رویایی و سپس با سریال از یادها رفته بازی در قاب تلویزیون را تجربه کرد. ایشون به شدت طرفدار تیم استقلال بوده و این تیم رو دوست داره، ولی به ورزش به دیده همه ی زندگی نگاه نمی کنه و از باخت این تیم به هم نمی ریزه و از کار زندگی نمی افته. او معتقد فوتبال یک تفریحه و نباید زندگی رو تحت شعاع قرار بده. رضا یزدانی به چرم علاقه بسیار داشته و قبل از به شهرت رسیدن نیز چرم به تن می کرده، اما رفته رفته این استایل به کاراکتر خوانندگیش تبدیل شد. وی در رابطه با سبک خوانندگیش اشاره داره به اینکه صدا چیزی بود که من به صورت خدادادی اونو داشتم. جنس صدام از اول طوری بود که انگار برای این نوع موسیقی ساخته شده بود. اما مهمتر از صدا که من در به وجود آوردن اون نقش چندانی نداشتم، لحنیه که من در کارهام استفاده می کنم. تنها خواننده ایرانی که با عشق به کارهاش گوش میدم فرهاده، اما تقلید صدا را اصلا موافق نیستم و از هیچ کسی تقلید نکرده و نمی کنم. موسیقی سنتی خیلی گوش نمی کنم، اما آهنگ آرایش غلیظ از همایون شجریان رو که اتفاقا از صمیمی ترین دوستان من هست رو بسیار می پسندم. رضا یزدانی رابطه صمیمانه با علی اوجی داره. علی اوجی اغلب به عنوان مدیر برنامه، کنسرت گذار و تهیه کننده در کنارش حضور داره. ایشون برنده جایزه سالانه موسیقی ما برای آلبوم دوئل در آینه به عنوان بهترین آلبوم پاپ راک در سال 1395 و انتخاب مردمی در سال 1396 شد. در 20th جشن حافظ سال 1399 برنده تندیس حافظ بهترین تیتراژ سریال و فیلم برای تیتراژ سریال از یادها رفته به کارگردانی بهرام بهرامیان با قطعه‌ای به نام عشقت شد. رضا یزدانی این تندیس را برای 4th بار دریافت کرد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون را پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.